تغییر شکل مدفوع یا وجود خون در مدفوع چقدر میتونه خطرناک باشه توی این ویدیو قرار براتون ماجرایی رو بگم که همین یک سال پیش اتفاق افتاده و بعدش قرار بریم سراغ ده علامت مهم سرطان کلون اینکه چرا اتفاق میفته و علائمش چیه حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید چون اطلاعات خیلی مهمی قرار به سرطان و کلون بهتون بگم همراه با یک کیس خیلی جالب و البته خطرناک یک خانم 37 ساله ماجرایی که میخوام بهتون بگم دقیقا یک سال قبل اتفاق افتاد وقتی که یک خانم 37 ساله اومده بود اورژانس و میگفت که توی مدفوعش توی یک هفته اخیر خون میبینه و علتش رو نمیدونه الان هم درد شکم پیدا کرده و خب ما اولین چیزی که بهش فکر میکنیم وقتی که میگه خون در مدفوع بیشتر به فیشر یعنی زخم قسمت مقل یا بواسیر فکر میکنیم به خصوص اگر بیمار جوون باشه معمولا جوونا در واقع بیماری های بدی رو ایجاد نمیکنن مگر اینکه حالا بواسیری بوده فیشری بوده که حالا خونریزی ایجاد شده و بعد خون وارد مدفوع شده اما بیمار میگفت که درد داره در قسمت شکمش و شکمش سفت شده و این درد رو یک هفته اخیر بیشتر تجربه کرده و خونریزی بیشتر شده خب این بیمار رو از فیشر و بواسیر بررسی کردیم هیچ مشکلی نداشتش و اینجا بود که احتمال میدادیم یک بیماری خیلی بدتری ممکنه باعث ایجاد خونریزی شده باشه وقتی که ازش آزمایشات و خون گرفتیم خب میدونید وقتی خونریزی اتفاق میفته ممکنه بیمار به خاطر نبود پلاکت و یا یه سری از فاکتورهای خونی دچار خونریزی میشه بیمار تمام آزمایشات و خونش نرمال بود به جز اینکه بیمار دچار فقر آهن و کم خونی شده بود و در واقع بیمار به خاطر خونی که توی مدفوع دفع میکرده دچار کم خونی شده بوده علت دفع خون در واقعا مشخص نبود تا اینکه بیمار رفت برای کلونوسکوپی و توی کلونوسکوپی یک تومور بسیار بزرگ در قسمت کلون بیمار مشاهده شد در قسمت انتهایی کلون بیماری که 37 سال داشت و هیچ سابقه ای نداشتش و میگه فقط از یک هفته اخیر خون در مدفوع رو دیده بوده و یه چیز دیگر هم میگفت گف. می میگفت که مدفوعش باریک شده و خیلی سخت میومد بینه یعنی اسحال و یوبوست دوره به سراغش میومده در یک ماه و یک هفته قبل خونریزی شروع شده دردش شروع شده و این بیمار الان تومور داشت وقتی که از تومورش تست گرفته شد دقیقا مشخص شد که بیمار سرطان کلون داشت و ازش اطلاعی نداشتش و چون خب بیمار سری اومده بوده یعنی به محض اینکه دچار خونریزی شده بوده در یک هفته مراجعه کرده بوده این سرطان در استیج های پایین در استیج دو تشخیص داده شده بود و استیج دو استیج خیلی خوبیه برای در واقع برطرف کردن این بیماری. این بیمار تحت شیمی درمانی و جراحی قرار گرفت و الان که ازش اطلاع دارم کاملا پاک شده و هیچ سرطان دیگه توی روده نبوده و اینجاست که بخوام بهتون بگم که باید علائم سرطان و کلون رو انقدر حرفه‌ای باشید که برای بیمارتون تشخیص بدید یا حتی برای خودتون بتونید تشخیصش بدید توی این ویدیو میخوام 10 تاشو بهتون بگم و بعد بهتون میگم که چطوری میتونید تشخیصش بدید لس دو اولین علامت سرطان کلون شاید باور نکنید که اولین علامت نبود علامت و در واقع به خاطر همینه که میتونه به استیج های 3 و حتی چهار و خیلی شدید تر برسه ممکنه چون یک علامت خیلی کوچیکی مثل کمخونی یا ضعف و بیحالی یا سردرد رو ایجاد کنه پس اینو داشته باشید که سرطان کلون برخلاف آسیب ترسناک و وحشتناکی که به بدن میزنه از اون ور ممکنه بدون علامت باشه و این خیلی وحشتناکترش میکنه چرا چون میتونه فرد پیشرفت کنه اما علامت بعدی که سرطان کلان میتونه خودش نشون بده و مهمترین علامتش هستش وجود خون در مدفوع هستش دوستان بسته به اینکه کدوم قسمت کلون دچار درگیری شده علائم متفاوته بذار بهتون بگم مثلا کلون در کدوم قسمت بدن ما قرار داره ببین دوستان روده کوچیک که تموم میشه روده بزرگ شروع میشه و این روده بزرگ دقیقا همین کلون ماست حالا روده بزرگ یک قسمت سعودی داره در قسمت راست بدن و بعدش یک قسمت افقی داره و بعد میاد پایین قسمت نزولی در قسمت چپ بدنه و بعد میرسه به و یا رکتال قسمت در واقع مقعدی و بعد دفع مدفوع انجام میشه هر کدوم از این قسمت ها چه رکتال چه کلون درگیر بشه ما میگیم سرطان کلورکتال یا CRC بسته به اینکه تومور در کدوم قسمت از این کلون باشه خونریزی که توی مدفوع وجود داره متفاوته مثلا اگر تومور در قسمت راست و در ابتدایی کلون باشه چون مدفوع وقتی که وارد کلون میشه مسیر طولانی رو قرار بگذرونه اون قسمت وقتی که خونریزی اتفاق میفته توی مدفوع در ابتدای کلون چون این خون اکسید میشه در طول مسیری که داره میره تبدیل به سیاه رنگ میشه و در نتیجه میبینیم مطفوع فرد سیاه رنگ میشه و ملنا اصطلاحا گفته میشه و این نشون میده که یه اتفاق در ابتدای کلون داره رخ میده و چون طول کشیده تبدیل به سیاه شده خون پس یک مطفوع سیاه غیری خطرناکه نشون دهنده خونریزی در روده هستش حالا یکیش علتش این که CRC یا کلورکتار سرطانی که در ابتدای روده کلون اتفاق افتاده اما دومین های خونریزی خونریزی هماتوشزی بهش میگن یعنی وجود خون روشن حتی کم در مدفوع شاید خیلی ها فکر کنن که خون کم در مدفوع مهم نیستش ممکنه ناشی از دلا خوردن یه سری غذاهای سخته یا ممکنه به خاطر بواسیر باشه یا ممکنه به خاطر زخم مقعد باشه میتونه اونا باشه اما باید بررسی بشه یعنی ممکنه سرطان کلون حتی به اندازه یک قطره خون ایجاد بکنه یا به اندازه یک لخت خون ایجاد بکنه و شما فکر کنید اوکی یک قطره خونه یا یک لخت خونه مهم نیست نه مهمه باید بررسی بشه هماتشیزی یا وجود خون روشن در مدفونشون دهنده خونریزی از ناحیه هایی مثل قسمت افقی کلون یا ناحیه نزدیک به رکتوم مثلا قسمت نزولی کلون هستش که خون فرصت نداشته اکسید بشه و قرمز مونده و در اینجا شما خون قرمز رو توی مدفوع میبینی و رفته رفته وقتی که میری جلو و استیج سرطان میره بالا و تخریب اون ناحیه در واقع بافت روده بیشتر میشه خونریزی هم بیشه. بیشتر میشه چرا چون عروق تخریب میشن از بافت روده و در کلون خونریزی ایجاد میشه و این خون وارد مدفوع میشه به حدی که این خونریزی حتی اگه کم باشه میتونه باعث ایجاد در واقع کم خونی در فرد بشه و فرد دچار پیل بشه یعنی یکی دیگه از علامینه که فرد رنگ پریده است یا کم خونی داره که علتش مشخص نیست فرد تغذیهش خوبه فرد سابقه کم نداشته و یک دفعه توی یه ماه دچار رنگ پریدگی شده و کم خونی فقر آهن پیدا ellat نامشخصه فقط میگه که خون در مدفوع پیدا میکنه این بیمار باید کولونوسکوپی بشه این بیمار باید از ذره سرطان کولرکتال بررسی بشه بریم سراغ علامت بعدی علامت بعدی که میخوام بهتون بگم درد شکمی هست شاید باور نکنید اما سرطان کولرکتال دوستان تا موقعی که اونقدر بزرگ نشه و فشار به اعصابش نیاره به اعصاب اطراف روده نیاره دردی رو ایجاد نمیکنه و این خیلی بده چرا چون وقتی که درد ایجاد میکنه یعنی به حدی رسیده اون تومور بزرگیش به حدی رسیده که داره به دیواره های کناری به احشاء کناری به اعصاب کناری فشار وارد میکنه و این باعث درد شده بعضی موقع ها درد کلون به خصوص اگر در قسمت ابتدایش در قسمت نزولی راست باشه ممکنه با درد آپاندیسیت اشتباه گرفته بشه دقیقا این اتفاق توی اورژانس رخ داده برای من بیماری اومده بودش که دقیقا با علائم آپاندیسید بیمار درد داشت در اون قسمت وقتی که دست میزدیم دردش زیاد بود شکمش سفت بود و از سمت دیگه بیمار ضعف ضعف و داشت این اتفاقی بود که توی آپاندیسیت رخ میده با این تفاوت که توی آپاندیسیت معمولا تب داریم ولی این بیماران مونه که سرطان کلورکتال دارن تب زیادی رو ندارن و این بیماری که اول به آپاندیسیت شک کرده بودیم بعد از آب در که بیمار دچار سرطان و کلورکتال بود اونم ناحیه اولیه کلون یعنی قسمت راست کلون هستش که البته این بیمار ملنا هم داشتش یعنی وجود ملنا کمک کرد به تشخیص سرطان کلورکتال اینو میخوام بهتون بگم که دردی که سرطان کلورکتال ایجاد میکنه شبیه به خیلی از بیماری هاست شبیه به سنگ کیسه صفرا شبیه به درد کلی است شبیه به در واقع درد آپاندیسیت شبیه به درد پانکراتیت شبیه به دردهای کبدیه و چون کل بدن رو ممکنه درگیر کنه خب سرطان کولورکتال در کل روده ممکنه ایجاد بشه و نواحیش مختلفه یعنی یک قسمت به خصوصی نیستش مثلا آپاندیسیت فقط قسمت تحتانی راست رو درد ایجاد میکنه اما سرطان و کلورکتال کل روده رو ممکنه درد ایجاد کنه و به خاطر همینه یک درد مبهمی داره همراه با اینکه وقتی که دست میزنید محل تومور رو میبینید درد خیلی شدیدتر میشه فرد شکمش رو سفت میکنه و اصطلاحا گاردینگ و یا تندرنس اتفاق میفته پس وجود یک دردی که سابقه نداشته و یک دفعه شروع شده و بیمار حس میکنه که اون درد داره هی زیادتر میشه و مبهمه میتونه نشون دهنده سرطان کولرکتال باشه و باید بررسی بشه باید سی تی اسکن گرفته بشه باید ام گرفته بشه که بررسی بشه که آیا تومور وجود داره یا نداره بریم سراغ علامت باره. علامت بعدی که میخوام بهتون بگم کاهش وزنه مثل خیلی از سرطان های دیگه به خصوص سرطان روده وقتی که میزان سرطان اون در واقع میره بالا و متا استاز رخ میده چون اون تومور و سلول های سرطانی دارن بیش از اندازه فعالیت میکنن انرژی بیشتری رو به خودشون جذب میکنن اون فعالیت انرژی زیادتری میخواد و در اینجا انرژی که باید صرف سایر فعالیت بدن بشه می داره میره توی سلول های سرطانی صرف میشه و اینجاست که فرد احساس بی انرژی بودن میکنه فرد احساس بی حوصلگی میکنه کل در واقع کوانزیم ها ویتامین ها در اونجا مصرف میشه و فرد هر چقدر غذا بخوره وزن اضاف نمیکنه و هی در حال کاهش وزنه پس یکی از شاخصه کلیه سرطان ها کاهش وزن هستش که اتفاق میفته در سرطان کلورکتال دیگه بدتر چون روده هستش و وقتی که روده دچار درگیری میشه اولا جذب روده کم میشه به خاطر درگیری های روده فرد بی اشتها میشه و خوب نمیتونه غذا بخوره و از سمت دیگه وجود فعال زیاد در سلولهای سرطانی باعث صرف انرژی و کاهش وزن فرد میشه علامت بعدی خیلی جالبه اینو توی افرادی که سرطان کلورکتال دارن چندین بار دیدن این افراد میگن که به محض اینکه غذا میخورن احساس سیری میکنن و بی اشتهایی دارن خیلی جالبه ببین دوستان وقتی یک قسمت از روده گوارشی فرقی نمیکنه مری دهان روده باریک روده بزرگ یا کلون دچار درگیری میشن مثلا در سرطان کولورکتال که کولون درگیر میشه کل لوله گوارشی انگار درگیر شده و فرد میلی به غذا خوردن نداره یا وقتی که غذا میخوره چون لولش درگیره لوله گوارش درگیره به سرعت ق... سیر میشه گرچه به اندازه کافی غذا نخورده بیمار یک ماه پیش خوب غذا میخوره الان یه های دچار بیشتایی شده علتش رو نمیدونه و میگه به محضی که غذا بخورم زو سیر میشم و این باعث شده خوب نتونم غذا بخورم احساس پری دارن پس خیلی نکته ظریفیه افراد خیلی زیادی که سرطان کولورکتال داشتن این علامت رو ذکر کرد یکی دیگه از علائم سرطان کولرکتال وجود پروسه اسهال یوبوسته این افراد یک دفعه حس میکنن اسهال دارن دو سه روز که میگذره یوبوست ایجاد میشه براشون دوباره اسهال ایجاد میشه و یوبوست ایجاد میشه و این به خاطر التهاب ناشی از وجود تومور و سرطان و کنسر در قسمت کلون هستش وقتی که سرطان و کنسر در قسمت تومور ایجاد میشه میزان زیادی واسطه های التهابی از سلول های غیر سرطانی اطراف در واقع اون سلول سرطانی ایجاد میشه چرا چون بدن سیستم ایمنی فعال میشه میگه سلول سرطانی داریم و تی ها میخوان حمله کنن به این سلول های سرطانی بدن چه کلی سلول سالم اطراف سلول سرطانی واسطه های التهابی سایتوکاین ها رو تولید میکنن یا در واقع فاکتور نکروز دهنده تومور رو تولید میکنن که سیستم ایمنی آگاه بشه بیاد به این سلول سرطانی حمله بکنن اما این التهابی که ایجاد شده خودش باعث ایجاد تهوع و استفراق از دیگه اسهال و یوبوست میشه میبینی یک دفعه بیمار یوبوست داره یک دفعه اسهال داره و بیمار علتش رو نمیدونه قبلا سابقه نداشته بیمار نیستش که بخواد بگه اوکی به خاطر سرماخوردگی این اتفاق افتاده یا به خاطر تغذیه‌ای که داشته این اتفاق افتاده میبینی بیمار یهوی اسهال داره یهوی یوبوست داره و اکثرشون میان میگن که یه هایی یوبوست ایجاد شده یا یک دفعه اسهال و بعد یوبوست میشه پس به این شرح حال بیمار دقت کنید که اسهال و یوبوست دوره داره اتفاق میفته یکی دیگه از علائم وجود سرطان کولرکتال باریک شدن مطفوع و تغییر شکل مطفوعه یعنی چی دوستان ببین وقتی که تومور در قسمت کلون بزرگ میشه مطفوع برای اینکه بتونه از اون قسمت رد بشه مجبور تغییر شکل پیدا کنه و باریک بشه که یه اصطلاح جالبی داره بهش میگن پنسل استول یعنی مدفوع شبیه مداد اونقدر باریک میشه که انگار یک حالت مداد شکل پیدا میکنه و این بیماران ذکر میکنن که اخیرا مدفوعشون باری شده و توی مدفوعشون خون پیدا شده پس اگر هم ذکر نکردن ازشون بپرسید آیا مدفوعتون باریک شده میگن آره مدفوعم باریک شده و به اینجا شک کنید که اوکی پس میتونه سرطان کولرکتال باشه علامت بعدی که میخوام بهتون بگم مربوط به سرطان رکتاله ببینید همونطور که بهتون گفتم سرطان کولرکتال یا کلون درگیر میکنه یا قسمت رکتال یعنی قسمت خروجی مقعد درگیر میشه وقتی که قسمت رکتال یا خروجی یا مقعد درگیر میشه یه سری علامت خاصی داره وقتی که تومور اونجا بزرگ میشه چون در قسمت مقعد و خروجی قرار داره فرد وقتی میره مدفوع میکنه وقتی مدفوعش تموم میشه هنوز احساس پری مقعد داره یعنی فکر میکنه هنوز مدفوعش کامل تخلیه نشده در صورتی که مدفوعش تخلیه شده اما اون توموری که اونجا وجود داره احساس مدفوع رو بهش دست میده و فرد احساس تکرر مدفوع پیدا میکنه هی hey, شبا بیدار میشه میخواد بره مدفوع کنه وقتی که برمیگرده حس میکنه خوب مدفوعش رو تخلیه نکرده در صورتی که ماجرا توموره و یا زخم هایی که در قسمت رکتال وجود داره که باعث ایجاد این احساس پوری مقعد میشه و اگر سرطان رکتال وجود داشته باشه جالب اینجاست که سوزش مقعد رخ میده و فرد فکر میکنه که هموروئیده فرد فکر میکنه یک حالت فیشره اما نه نه فیشره نه هموروئیده بلکه سرطان کورکتالی هستش که باعث ایجاد زخم و التهاب و الان فرد احساس سوزش مقعد میکنه وقتی که از روی علائم شک کردیم به اینکه این, که این فرد سرطان کلورکتال داره حالا باید بتونیم تشخیصش بدیم تشخیص سرطان و کلورکتال دوستان با کمک کولونوسکوپی اتفاق میفته یعنی شما ممکنه تمام آزمایش ها رو بدید و آزمایش ها سالم باشن اما بیمار همچنان مدفوع خونی داشته باشه و در اینجا هستش که باید کلونوسکوپی انجام میشه مثل کیسی که ما داشتیم این بیمار خانم 37 ساله تمام آزمایشاتش اوکی بود جزئی که مقدار کم خونی داشتش و کم خونی نشون سرطان کولورکتال نیستش ما از روی علائم کلونوسکوپی انجام دادیم و بعد تومور رو دیدیم پس بهترین تشخیص سرطان کلورکتال از روی کولونوسکوپی هستش که باید بررسی بشه اما سایر تشخیص هم وجود داره یه سری آزمایشات وجود داره که مارکرهای سرطان هستن که بهش میگن CEA یا کارسینو امبریونیک آنتیژن یک آنتیژنی هستش که وقتی تومور وجود داره و یا سرطان و کلورکتال وجود داره این میره بالا هم تشخیصی هم نشون دهنده اود سرطان کلورکتاله یعنی وقتی که توی بدن بالا باشه نشون میده که اوکی سرطان کلورکتال وجود داره اما وقتی که ما درمان میکنیم بیمار و سرطان از بین میره و یک سال بعد میایم دوباره آزمایش میگیم و میبینیم دوباره CEA رفته بالا این نشون میده که عود سرطان رخ داده پس این مارکر CEA میتونه به تشخیص کمک کنه کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم انجام سی تی اسکن و یا ام از روی سی اسکن و ام آر تصویری که انجام میتونیم می در واقع وجود تومور رو توی روده تشخیص بدیم به خصوص اگر سیتی اسکن همراه با ماده حاجب انجام بشه و سی تی قشنگ نشون میده که تومور وجود داره حالا برای اینکه تایید بشه که تومور سرطانی هستش باید کولونوسکوپی انجام بشه قسمتی از در واقع تومور خارج سازی بشه بیوپسی انجام بشه و ببینیم که اوکی سلول های بدخیم وجود داره و سرطان و کلون تایید بشه چه چیزی باعث ایجاد سرطان کلون میشه یعنی سرطان کلون آرزه چه چیزی ببین دوستان هم ژنتیکه هم محیطی هست شاید باور نکنید که بیشتر محیطه که باعث ایجاد سرطان کلورکتال میشه لایف که باعث سرطان کلورکتال میشه ژنتیک خب بیمار سابقه سرطان کلورکتال در یکی از پدر مادر و یا پدر بزرگ داشته و از طریق ژنتیک و یه سری از ژنوم ها این سرطان و به یه سنی که فرد میرسه اون جنها فعال میشن و سرطان اتفاق میفته اما ماجرای محیط بسته به لایفستال مثلا استفاده زیاد از گوشت قرمز و گوشت های پروسس شده چه گوشت هایی مثلا سوسیس کالباس همبرگر اون گوشت های فست فودی که حالا خورده میشه بیرون اینها گوشت های پروسس شده هستن اینها گوشت های تازه نیستن مثل مرغ یا ماهی تازه نیستن اینها پروسس شدن اینها قشنگ میتونن آسیب بزنن اگر زیاد مصرف بشن نه اینکه حالا به صورت کم و یا دوره مصرف بشن پس گوشت های پروسس شده و گوشت قرمز رادیکال هایی رو آزاد میکنن که باعث آسیب به بافت کلون میشن و ایجاد سرطان کلون میکنن یا اینکه در واقع است استفاده از سیگار سیگار یه سری از رادیکال هایی رو داره که وقتی که وارد قسمت لوله گوارش ما میشه باعث ایجاد یه سری جهش های ژنتیکی میشه و به خاطر همین میگن سیگار کشیدن علاوه بر مشکلات ریوی که ایجاد میکنه عامل اصلی سرطان ریه سیگار کشیدنه باعث ایجاد سرطان های دیگه ای تو بدن مثل سرطان کلورکتال میشه پس افرادی که سیگار میکشن احتمال جای سرطان کلورکتال بیشتری دارن نسبت به افرادی که سیگار نمیکشن سری از بیماری التهابی ها مثل کرون مثل بیماری سلیاک کلوله گوارشی ملتهب میشه این التهاب زیاد وجود سایتوکاین ها باعث التهاب بافت لوله گوارشی افزایش تقسیمات سلول ها و سرطانی شدن سلول ها میشه پس یکی از ریسک فاکتورهای ایجاد سرطان کولورکتال یعنی اگر شما سلیاک داشته باشید یا کرون داشته باشید یا بیماری التهاب روده داشته باشید احتمال ایجاد سرطان کولورکتال بالاتری خواهید داشت و به خاطر همینه از این بیماران بپرسید که آیا سابقه بیماری التهابی روده دارن یا نه یکی از بیماری هایی که با درصد خیلی بالایی اگر درمان نشه وارد ماجرای سرطان کولورکتال میشه بیماری هست به نام کولیت اولسراتیو یعنی چی؟ یعنی یک بیماری خود ایمنی هستش که بدن حمله میکنه به سمت در واقع کلون و قسمت بافت کلون توسط سیستم ایمنی تخریب میشه و اون قسمت زخم میشه و این زخم ها در تماس با مطفوع پیدا میکنن و باعث ایجاد زخم های طولانی مدتی میشه که این زخم ها بعدش میتونه تبدیل به سرطان های کلورکتال و ایجاد تومورهای کولورکتال میشه پس افرادی که یوسی یا در واقع کلیت اولسراتیو دارن باید هی بررسی بشن باید هی درمان بشن و باید پیگیر این ماجرا باشن چون میتونه خیلی راحت تبدیل به سرطان کلورکتال بشه تبدیل به تومورهایی بشه که بعد سرطان کلورکتال بشن خب دوستان رسیدیم به انتهای این ویدیو و توی این ویدیو گرفتیم که وجود خون در مدفوع یا تغییر شکل مدفوع میتونه ناشی از و یا فیشر نباشه میتونه ناشی از سرطان کورکتال باشه و اینجاست که خطرناکه و باید بررسی بشه یعنی همیشه وقتی که یه چیزی رو میخواید بررسی کنید نگاه عمیقتری بهش داشته باشید تو این ویدیو کلی علامت راجع به سرطان کورکتال با هم یاد گرفتیم که از بعد اگه قرار یک بیماری رو ببینیم بتونیم خیلی راحت تشخیصش بدیم دوستان یادتون که ساختم چه ویدیو خیلی انرژی میگیره پس حتما سابسکرایب کنید زنگوله کنارشو بزنید و این ویدیو به افرادی که فکر میکنید نیازن همین الان بفرست من تک تک کامنت های شما رو میخونم پس حتما کامنت بذارید چون در مسیر و روند این کانال تاثیرشو میذاره و دو تا از کامنت های شما رو من رندوم تا هر ویدیو میارم بالا پس حتما کامنت هاتون رو بذارید تا ویدیوی بعدی مثل پسندانه باشید